به برنامه الماس‌های آفریقایی خوش آمدید. من لیلا حیدریان هستم و دفعه قبل با نوشین عرفانی صحبت کردیم. کسی که رئیس انجمن عدالت در یکی از دانشگاه‌های آفریقای جنوبی هست. قبل از این نوشین برای صلیب سرخ جهانی کار می‌کرده. نوشین جون، قبل از این برای صلیب سرخ جهانی کار میکردی. دقیقاً کار چی بود؟ من یه عنوان طولانی داره. افسر ارشد دیپلماسی بشردوستانه برای آفریقا بودم. ایده دیپلماسی بشردوستانه این هست که شما به کسانی که در موقعیت تصمیم گیری هستن کمک میکنین که انتخاب درستی داشته باشن. به خصوص وقتی که در مورد افراد آسیب پذیر باید تصمیم بگیرن. همونطور که میبینین من ایده این کار رو در کار جدید خودم هم وارد کردم. در واقع ترکیبی از ارتباطات، جمع‌آوری کمک‌های مالی و همکاری با دولت‌ها. پس همه انتخاب‌های شغلی که شما در زندگی داشتی کاملاً معنیدار بوده. ممکنه بعضی از ماها فکر کنیم چیزهایی که در زندگی انتخاب می‌کنیم معنیدار نیستن. ما چه کاری می‌تونیم انجام بدیم که تأثیر مثبتی روی اطرافیانمون بذاریم؟ هر کس باید به اطرافش نگاه کنه و بگه چطور میتونم مفهوم و یا ارزشی رو در همین نقطه از دنیا که هستم وارد کنم. من اخیراً با گروهی از دانش آموزان دبیرستانی صحبت میکردم و اونها از من در مورد بحران پناهجویان در اروپا سوال میکردن. اونها ازم سوال میکردن که چطوری میتونن برای این قضیه کاری انجام بدن. من به اونها گفتم البته که میتونید از طریق جمع‌آوری کمک‌های مالی بهشون کمک کنید، ولی چیزی که از این قضیه باید برداشت کرد اینه که به اطراف خودتون در آفریقای جنوبی نگاه کنید، به بی‌عدالتی‌هایی که در اطرافتون صورت می‌گیره نگاه کنید. در واقع هیچ کس دوست نداره که پناهنده بشه. شاید ما باید بیشتر به این قضایا نگاه کنیم. پس به بی‌عدالتی‌های اطراف خودتون نگاه کنین و تو اونها دقیق بشین و در موردش با اطرافیانتون صحبت کنین. چون کسانی که از آزادی بیان برخوردارن باید برای کسانی که از این آزادی محرومن قیام کنن. ما هممون باید به راه‌های نگاه کنیم که بتونیم به نوعی اعتدال رو به دنیا برگردونیم. خب ما دقیقاً چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ شما میتونید به عنوان داوطلب در فعالیت‌هایی که در جامعه‌تون هست شرکت کنید. میتونید به بچه‌های کوچک و بزرگ آموزش بدین. میتونید داوطلبانه در سازمان‌هایی مثل صلیب سرخ شرکت کنید. اونها به شما آموزش میدن که چطور میشه در مواقع بحرانی مثل سیل و یا آتش سوزی عکس العمل نشون داد. بعضی وقتا ما به ابرقهرمان نیاز داریم. پس بنابراین موقعیت وجود داره و مهم اینه که ما کاری برای اطرافیانمون و جامعهمون انجام بدیم. خب نوشین، تو یک ایرانی هستی، در ایران به دنیا اومدی و بعد به آفریقا اومدی. خانواده‌ام وقتی که من 9 سالم بود مهاجرت کردن. خاطرات من از ایران چیزهای خیلی خوبی است. بستنی، کباب، البته بیشتر در مورد غذاست. ما خیلی اوقات خوشی با خانواده داشتیم. تفریح می رفتیم، به پیکنیک می رفتیم. ولی من زندگی در جنوب آفریقا رو هم خیلی دوست دارم. برای من هیچ جای دنیا مثل اینجا نمیشه. هر جا که برم بازم به آفریقا برمی گردم. ممنون که تا اینجای برنامه با من همراه بودید. امیدوارم که لذت برده باشید و دفعه آینده با من همراه باشید. خوب و خوش باشید.